خب با اونچه که تا الان دیدیم تا حدودی میشه فهمید که رژیم چشه که در گرماگرم مذاکرات برجام و در آستانه سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران در روزنامه ها و رسانه هاش علیه مجاهدین اینطور کف به لب آورده و هیستریک هستش. برای پی بردن به ابعاد غیظ و گزیدگی رژیم از مجاهدین نگاهی میکنیم به گزیده ای از مطالب دستگاه تبلیغاتی رژیم طی همین دیروز و امروز. کیهان خامنه‌ای 13 اسفند. همزمان با زمزمه مذاکرات موشکی و منطقه‌ای، پلیس بد مذاکرات هسته‌ای و حامی درجه یک مجاهدین در راه تهران است. فرانسوا سما، سفیر فرانسه در تهران، تیر 96 در مصاحبه با یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای در اظهار نظری گستاخانه گفت: سازمان مجاهدین هر سال در حومه پاریس گردهمایی دارد و قوانین فرانسه مدافع حق آزادی تظاهرات و بیان است و مادامی که در این گردهمایی عملی غیرقانونی یا خلاف نظم عمومی اتفاق نیفتاده، مقامات فرانسوی اجازه ممنوع کردن آن را ندارند. سفیر فرانسه در تهران مدعی شد این گروه هیچ ربطی به فرانسه ندارد. این مسئله موضوعی جدا از روابط دو جانبه است و در فرانسه به آقای ظریف متذکر شدیم. لازم به ذکر است که در تیر ماه امسال تنها 48 ساعت پس از سفر ظریف به پاریس، میتینگ سازمان مجاهدین خلق با مجوز فرانسه در پاریس برگزار شد. ظریف چندی پیش در اظهار نظری تأمل برانگیز از همراهی پاریس با مجاهدین صرفاً به عنوان نقطه ابهام در روابط یاد کرده بود. ارگان باند مؤتلفه، رسالت 13 اسفند. مگر در روز عاشورای 88 همین مجاهدین و ضد انقلاب و غیره به بهانه دفاع از موسوی و کروبی و نیز به بهانه تقلب به خیابان نیامدند و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه سر ندادند و به هیئت عزاداری حمله نکردند؟ چرا موسوی پس از شرارت عاشورای 88 که مجاهدین شعار می‌دادند مرگ بر اصل ولایت فقیه، انتخابات بهانه است، اصل نظام نشان است، بیانیه صادر کرد و آنها را مردان خدای جوی نامید؟ امام در روزهای پایانی عمر خود ناچار شد دوست 50 ساله خود را به خاطر همراهی با مجاهدین کنار بگذارد. روزنامه ارگان دولت روحانی، ایران، 12 اسفند. علی آهنی، سفیر پیشین در فرانسه. نگاه مثبت ماکرون به روابط ایران و فرانسه و توجه او به اهمیت نقش جمهوری اسلامی چشمانداز نوینی را برای مناسبات ایران و فرانسه نوید می‌داد و در 6 ماه اول ریاست جمهوری او علائم خوبی را در این مسیر شاهد بوده‌ایم. لیکن 6 ماه دوم ریاست جمهوری ماکرون از یک طرف همراه شد با جان گرفتن مجدد نیروهای آتلانتیک گرا و از طرف دیگر تقویت پیوند نامبارک مجاهدین و عربستان سعودی برای سمپاشی علیه جمهوری اسلامی در افکار عمومی فرانسه با صرف هزینه‌های سنگین علیه ایران را شاهد بودیم. با کمال تأسف طی ماه‌های اخیر و تحت تأثیر مواردی که به آنها اشاره شد، دولت فرانسه با بازی در زمین ترامپ و اتخاذ برخی مواضع همسو با ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، امید ایجاد شده با آمدن ماکرون تا حدودی کمرنگ شده و به فضای مثبت عمومی ایجاد شده در افکار عمومی ایران لطمه وارد کرده است. بله، حالا این همه تبلیغات علیه مجاهدین تازه در شرایطی هستش که از روزگار خمینی تا امروز قرار بوده که مقاومت مردم و سازمان محوری مقاومت یعنی سازمان مجاهدین در رسانه‌های حکومتی بایکوت بشه و به اصطلاح به فراموشی سپرده بشه. اما در فاز پایانی نظام هرچه بیشتر به ساعت 30 نزدیک میشیم، زوزه‌های دردآلودی که از درون رژیم به گوش میرسه چیزی جز دادن آدرس آلترناتیو و نیروی سرنگون کننده نظام نیست، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه منطقه‌ای و بین المللی.